سلام دوستای عزیز، امروز 23 اپریل است. 23 اپریل که است در دنیا روز جهانی کتاب است و این روز ما به تمام علاقمندان کتاب و مطالعه تبریک میگم و به این دلیل ما میخوایم امروز یک کلانکاری کنم، با شما یک کتاب معرفی کنم، یک کتاب دلخواه ما که ما از زیاد چیزا را مختیم. واقعا ما کتاب مطالعه میکنم ولی کوشش میکنم کتابایی را که ما مطالعه میکنم و را پس در زندگی خود عملی کنم، چون اگر شما چیزایی را که در کتاب مطالعه میکنین او را عملی نکنین، روزانه تطبیق نکنین در زندگیتون، پس کتاب خواندن بر شما، مطالعه بر شما یک عادت میباشه ولی عمل نمیباشه. یعنی چیزایی که شما میآموزین او را عملی نمیکنین. ما زیاد مردم ها را دیدیم که بسیار زیاد کتاب خواندن ولی سر شخصیتشان و سر یا روش زندگیشان هیچ کدوم تاثیر نگذاشته. اونمو چیزی که بودن همو چیز بودن، با ولو که هر چقدر کتابم بخونین اگر عملی شما نکنین هیچ سر شما تاثیر نمیکنه. ما علاقمند کتاب و مطالعه هستم و تقریبا یک سال دو سال میشه که ما سافت کپی کتاب مطالعه میکنم. سافت کپی را میخرم از زیاد وبسایت ها و قیمتش هم ارزان است و یا از زیاد وبسایت ها دانلودش هم میکنم و ما در ایریدر کتاب مطالعه میکنم، چون در ایریدر به من راحت است، من میتونم که بسیار زیاد کتاب در نقه یک دیوایس خرد نگاه کنم و همیش تمام کتاب های خود با خود داشته باشم، راحت میباشم در ای. و شما اگر میخواین که ایریدر شروع کنین پس میتونین از ایریدر یک ایریدر برتان بخرین. در یک ایریدر شما میتونین مثلا 4-5 هزار کتاب میتونین در یک کپی به خود داشته باشین و میتونین از ایریدر خوب نوت بگیرین. ما از کتابا نوت میگیرم و نوتا رو سیف میکنم و ایریدر به ما کمک میکنه که ما بر راحتی نوتای خود بگیرم. و کتابی را که امروز ما به شما میخوایم معرفی کنم، این بسیار یک کتاب خوب است، خصوصا بر افغانا بسیار خوب است، چون افغانا در زندگی خود بسیار زیاد وسایل میخرن، پول خود زیاد مصرف میکنن، ما مالای کهنه زیاد در خانه داریم، هر چیز به جای خریدیم یا باز سامانای کهنه را خریدیم، سالهای سالا در خانه مانده میش استفاده نمیکنیم. این کتاب نویسندش ژاپنی است، نام کتاب است Goodbye Things، یعنی اشیا خداحافظ، با اشیا خداحافظ بکنیم. کتاب منیمالیسم است، استایل منیمالیسم یا فرهنگ منیمالیسم در ژاپن بسیار مروج است و نویسنده کتاب یک ژاپنی است. ما از فرهنگ و مردم ژاپن و از کشور ژاپن بسیار زیاد چیزا مختیم. نویسنده فومیو ساساکی که از ژاپن است، بر اولین بار کتاب را به لسان ژاپنی نوشته کرده بود و بعدا باز کتاب در یوکی در انگلند به زبان انگلیسی ترجمه شده و بسیار انگلیسی خوب ساده داره و میتونین براحت شما مطالعه کنین کتاب. منیمالیسم دوستای عزیز یک فرهنگ است، یک لایف استایل است در دنیا، یعنی با اشیای کم میتونی خوب براحت زندگی کنی. هر چقدر وسایل شخصیت کم باشه، اشیایت کم باشه، اونمقدر اعصابتان آرام میباشه، تشویش داشته نمیباشین که چیزتان گم شد و اونمقدر در اپارتمان یا در جایی که شما زندگی میکنین جایم زیاد نمیگیره. هر چقدر انسان ها اشیای زیاد داره در زندگی خود، اونمقدر درد سر داره، آرام نمیباشه. ما فکر میکنیم که اگر ما اشیای زیاد داشته باشیم ما در زندگی خوش باشیم شاید، ولی داشتن اشیای زیاد اول خب پول زیاد مصرف میشه، دومی که جای بسیار زیاد میگیره و دوم ما با اشیا که است ایموشنلی اتچ میشیم، ما با اشیا یک احساسات پیدا میکنیم، خاطره، یعنی باز زیادتر چیزایی ما افغانا در خانه خود داریم سالهای سالها شده او رو نگاه کردیم. باور بکنید ما در خانه خود تقریبا از 10-15 سال سابقه سامانا را جمع کرده بودم. من اولین لپتاپ خود با خود داشتم، فیلمایش ما گرفتم لیکن اون طرف انداخته میشه، یعنی فیلمایش شده ویدیو شما اینو میبینه. ما لپتاپ که بسیار سابقه بود هنوز مور نگاه کرده بودم، استفاده هم نمیکردم. حالا چرا مور نگاه کردیم؟ ناک در بکس جایم گرفته بود، مثلا کامره بسیار زیاد سابقه، کستای ویدیو، کستای وی سی آر من نگاه کرده بودم و درد نمیخورد جای. از هر کدامش یک خاطره داشتم، هر وقت کوره میدیدم مرا پس در گذشته میبرد و افسرده میشدم. پس بعضی چیزها در زندگی ما فکر میکنیم که با ما بسیار زیاد مهم است، در اصل هیچ مهم نیست، ولو هر چیز باشه باید تو طرف برکنش. در این کتاب نویسنده فومیو ساساکی در باره زندگی خود برتان قصه میکنه، میگه که وقتی که من میگه یک منیمالیست نبودم زندگی ما با چه مشکلات بود. برتان راه ها و تکنیک های را یاد میده که سلو سلو آیستا هسته میتنه شما مالای اضافی خانیتان او طرف برتین. بعضی چیزها که از در زندگی ما هیچ ضرور نیست که ما او را اول بخریم. ما فعلاً که در استانبول هستم، ما اینمی منیمالیسم استایل پیش میبرم، ما زیاد کوشش میکنم. فعلاً ما همین لحظه ما فعلاً یک دونه پتلون جینز دارم، دو تا آورده بودم یکی چیره شد، فعلاً یکی دارم، ما باید برم یکی دیگه بخرم. دو دونه سویتر دارم، دو دونه جاکت دارم و دیگه هیچ ضرورت ندارم که بخرم. هر وقت که فهمیدم که کهنه شد دیگه میرم دیگهش باز میخرم. همین قسم من پول خود نمیخوایم زیاد ضایع کنم و من بر خود زندگی میکنم، راحت زندگی میکنم. اگر من بخوایم شواف کنم به مردم نشان بدم باز من زیاد پولم مصرف میکنم
و به جای هر چیز میخرم. در اینجا جایم یه اپارتمان که هست، من در اینجا چند وقت هستم، باز اینجا میرم یک جای دیگه میرم. اگر من یک بایک ما پیش ما باشه، یک بایک ما بکپک ما باشه، من بسیار براحتی میتونم که هر جای برم. این کتاب مطالعه کنین، من از این کتاب زیاد چیز آموختم و در این کتاب حتی قصه استیو جابز هم براتون میکنه. استیو جابز که بود، خودش یک آدمی بود که از مردم ژاپن و یک استاد زن ماستر و استاد معنوی خود قبول کرده بود. اصلا می پروداکت اپل که از خودش یک پروداکت مینیمالیسم است، یک پروداکت است که اول دفعه که استیو جابز جور کرده بود، گفت من یک چیز جور میکنم که یک بتن داشته باشه. واقعا که آیفون یک بتن داره دیگه، هیچ قدر کلید نداره. در اون زمان که آیفون نبر آمده بود، بلک بیری بود و چقدر بتن داشت. انسان هایی که با اشیای کم زندگی میکنه اونا بسیار زیاد خوش است. انسان هایی که مثلا دو دانه موتر داره است، یا مثلا چهار دانه زن داره، پنج شش دانه خانه داره، وسایلش زیاد است، مثلا ده بیس جوره بود داره و زیاد لباس داره، اونا همیشه تشویش است. فامی ساساکی میگه، میگه باز چیزا که به دل شما بسیار زیاد نزدیک است، از اون خاطره دارین، اون طرف انداخته نمیتونینش. میگه عکسش بگیرین، هر وقت که یادتون آمد میخواستین ببینین، بل نکسش ببینین، ضرور چیز که آخر چیزها رو با خود گرفتین. خود امی که ما در ایریدر میخوانم کتاب، خود از امی یک ستایل منیمالیست است. ما تمام کتابخانه خود با خود نمیتونم استانبول بیارم، پس لیکن ما میتونم در این تمام کتاب های دلخواه خود نگاه کنم. در این کتاب فومی ساساکی یک قصه بسیار جالب درباره خود کرده. میگه من دوست داشتم که کتاب مطالعه کنم. ما همیش میرفتم از بازار کتاب میخریدم، کتابایی را میخریدم که کاورش تایتلش بسیار به من خود نزدیک بود، دوست داشتم بخرم و من میخواستم که بازی کتاب مطالعه کنم. میآوردم در خانه میموندم، میگه الماریا را پر کرده بودم، بالای تخت خوابم میگه کتابا پر بود. میگه وقتی که دوستای من میآمد در آپارتمانت من، کتابا را میدید، میگه او تو فامیل چقدر تو کتاب میخونی، چقدر مطالعه میکنی. میگه در حالی که من هیچ یکی زور مطالعه نکرده بودم. بعضی چیزها را اشیا را که ما جمع میکنیم، میخوایم از طریق از او ما شخصیت خود به مردم نشان بدیم. در حالی که وقتی کتاب تو در خانه داشته باشی، تو انسان عاقل گفته نمیشی. زیادتر مردم میبینن امروز با در سوشال میدیا همیشه هر جا که عکس میگیره یا انترویو میده، باز میره در پشت کتابای خود استاد میشه، کتابای خود نشان میده. باور کنین من تو دوستای دارم دمی کابل هستن که کتابا را دارد الماری خود. ما ازش پرسان کردیم دی کتاب فلانی چپتر چی گفته، چطور بوده، چی میگه؟ والا ما تا اول کتاب نخوندیم، نو خریدیم، در لست ما است. و نمیخوانن او کتاب، و صرف برای شواف میخواست تا مانای را که جمع کنه زیاد، و را میخواین که به مردم جلوه بده. یعنی انسانایی که زیاد اشیا جمع میکنه، و از طریق از اشیا میخواه شخصیت خود به مردم نشان بده، در اصل اونا خودشان نیست واقعی اون نفر. میگه یک دفعه در توکیو زلزله شد، الماری شکست، بالای ما افتاد. میگم اون کتابا ما را زخمی کرد، اوگار شدم. در حال که میگم اون کتابا را خریده بودم که من مطالعه کنم، من هیچ کدامش مطالعه نمیکردم. میامدم دیسپلین نداشتم، کتاب میخریدم اونجا میامدم تا آنج ویدیو گیم بازی میکردم، ویدیو گیم خریده بودم، تلویزیون کلان خریده بودم، زیاد لباس داشتم. درباره لباس های قیمتی چه خوب یک گپ میگه، بسیار گپ های خوب گفته، کتاب 100% بخونین. میگه انسان ها که بسیار قیمتی لباس ها میخره یا لباس زیاد داره، در اصل میگه 20% از لباس های خودم میپوشه. مثلا اگه شما 10 دانه پتلون جینز داشته باشین، شما از 10 دانه فقط 2 تاش همیشه استفاده میکنین، 8 تا دیگه شه به این دلیل استفاده نمیکنین. میگه اینو بسیار زیاد قیمتی است، خراب میشه، گمش که من اینو نمیپوشم، پس او 8 تا دیگه رو چرا خریدی؟ اصلا تو به 2 دانه ضرورت داری؟ یعنی میخوام فکر کنین، هر چیز زندگی ما زیاد چیزا رو ما اکسترا اضافی میخریم، پول هم اضافه میره سرش، همون که میگه اسراف هم میشه. و فعلا من که دستن بول هستم، هر جایی که من میرم بازار میرم، اولین چیز کمیتمنت من یه است که من نو شاپینگ، من نمیخوایم چیز بخرم، من فقط چیزهایی رو میخرم که ضرورتم است، چیزهایی که رو من میخوایم نمیخرم. یعنی خواهشات من بسیار زیاد است، من خواهشات انسان هیچ خلاصی نداره، تمام دنیا رو ما میخوایم بخریم، ولی چیزهایی که ما ضرورت داریم باید بخریم. Things you need and things you want. چیزایی که تو میخوای و چیزایی که تو ضرورت داری. فقط ما به ضروریات خود باید خریداری کنیم. به ضروریات خود ما باید برسیم، نه به خواهشات ما. بیشتر اوقات مردم تو فکر میکنم اگر ما زیاد اشیا داشته باشیم، زیاد خریداری کنیم، ما خوش میباشیم. یعنی مثلا امروز یه تلفن خریده، مدل جدید است، خوش میباشی. ولی این خوشیایی که ما از طریق اشیا میگیریم یا از طریق خریداری میگیریم، او خوشیا که است فقط موقت است، برای چند روز است. این کلش هم بازی مغز باست. باز میشه در ویدیو آینده بر شما یک چند کتاب های نیروساینس بر شما معرفی کنم، چون ما کتاب های نیروساینس زیاد مطالعه کردیم.
واقعا وقتی که یک تلفن نو میخرین تا به یک هفته او تلفن برتان نو است، ولی بعد از یک هفته تلفنتان هنگ بر شما مثلا تلفن سابقه تان وارد میشه، دیگه از او خوشی نمیگیرین. یک بازی مغز ماست و کمپانی باز فردا اعلان میکنه میگه بیان که تلفن جدید دیگه آیفون بر آمده، دیگه گلکسی آمده، باز شما میخواین که برین یک تلفن دیگه بخرید. همین قسم شما در خرید میباشین، همیش جمع کرده میرین وسایل و انمی اشیا بر شما آخر یک دردسر میشه. دیگه شما هم میخواین زیاد بخرین، هم میخواین که اشیایی را که سابق داشتین اون را میخواین که از دست هم ندین. پس خود از انمی که است یک افسردگی ذهنی است که با ما نمیگه زیاد مردم ها، خصوصا کتاب های امریکایی ها را اگه مطالعه کنین و شما را همیشه قسم یک چیز میسازه که شما همیشه در خواهشات باشین. Want more, think big, set big goals. چیزهایی را میخواین که همیشه شما را خواهشات شما را زیاد کرده میره. ولی این کتاب برعکس، شما را اگه انسان روحانی میسازه، چیزهایی را بر شما تشریح میکنه که مردمایی که در سابق فرهنگ ژاپنی مینیمالیسم زندگی میکردن او را بر شما تشریح میکنه که شما با نداشتن هم خوش باشین. ما در ترکیه رفتم، در استانبول، در گراند بازار. در گراند بازار من هیچ چیزی نخریدم، واقعیتش هیچ چیزی نخریدم، لیکن از گراند بازار اینی را خریدم. اینی یک چیزی است، یک چیز بیمانا خوشم آمد، در 4 لیره خریدم. میره میگن میگه ایره که ای که باشه باز میتونین در سر از گلاس دانه با نی. گلاس خوب بسیار زیاد کلان است، لیکن یک گلاس خرد سرش مانده میشه. خب یک دیزاین داره، ولی فکر کن مال فعلا خانه اومدم چی به درد من میخوره، چی است، چرا من اینو خریدم؟ بعد از سفر یک قد بایک من چی کنم، برای چی خریدم؟ میره درست است، لحظه که من اینو دیدم بسیار به مغزم خوشایند بود، بسیار مقبول به من معلوم شد. خب یک چیز چی میگه، یک خوب یک نقشه مقبول است، یک چیز ترادیشنال ترکیه است. ولی فعلا خود اتاق ما کی اومدم تا باور بکنین که من نمیال ایره بخاطر از این فیلم کشیدم، گفتم باش که میره نشان بدم، دیگه هیچ مکار من آمده ای. بعض چیزا رو اینمی قسم ماد از نگی خود به جای میخریم، هیچ به درد نمیخوره اصلی، این ناق جای میگیره، اضافه پول من ناق سر از این رفته، 40 افغانی رو من سر از این دادم به خاطر چی؟ گیره محض یه خریدیم یه از ترکیه است. خود چی باشه، برای مغز ما فعلا هیچ خوشایند نیست، هیچ ما از این خوش نمیشم که ببینم، چون مغز ما میخسم است. بار اول یک چیزی را که میبینه بسیار زیاد بر هیجان داشته میباشه و ما خوش میباشه و ما میخواهیم که را داشته باشیم، و لحظه که را خریدیم آوردیم تا یک چند ساعت بر مغز ما خوشایند است، بعد از او مغز ما بر شادی میشه، هیچ به درد نمیخوریم. فکر کنین همه ما هر جایی که میریم از یک ولایت یا از یک کشور نمیخسم چیزای به جای میخریم، باز میاریم خانه را پر میکنیم سرش. امید که ویدیو خوشتون آمده باشه و اگر علاقه‌مند بودین باز داینده در باره دیگه کتاب هم صحبت میکنیم. پس لطفاً چینل ما را افغان چیتوریالز و چینل دیگه نعمت آمان را سبسکرایب کنین و نظریات خودم بر ما شریک بسازین و ما منتظر ویدیو بعدی ما باشین.